منو نگاه کن، به آمبولانس خبر دادم، الان میاد تو رو میبرم بیمارستان. ای بچه بیچاره من، ای دختر بیچاره من، کی این کارو باهات کرد آخه؟ عزیزم اسمتو بهم بگو، اسمتو بگو، اسمتو بگو تا به خانوادت خبر بدم. اسمت چیه عزیزم؟ بگو بگو. چی؟ باشه باشه باشه، خودتو خسته نکن، خسته نکن خودتو، همینجا بخواه. دکتر ایوب هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟ معلومه که به دختر بیچاره تجاوز کردن، هنوزم تو شوکه، نمیتونه حرف بزنه. خانم ببخشید اسمتون چیه؟ نه آخه نمیتونه حرف بزنه، میخواد ولی نمیتونه. میبریمش بچه ها. کارت شناسایی هم همراهش نبود. منم کمکتون میکنم. میریم دختر عزیزم، داریم بریم. فاطمه گل نترس، پیشتم، من خیلی دوست دارم، خیلی. به محض اینکه برگشتم خونه رو تموم میکنم، دیگه منتظر آخر تابستون نمیشیم، زود ازدواج میکنیم. هشت. نبضشم چک کن. 87 استاد. آمپول داره تأثیرشو نشون میده. یه بار دیگه کنترل کن. دختر خوشگلم، کی هستی تو؟ کی هستی تو؟ یادبود نامزدیه. وای خیلی خوشگله، عالیه مگه نه؟ دخترم، این دختره دیشب تو مهمونی یاشارانینا بوده، چون این دستبندا رو اونجا میدادن به همه. اجازه نمیدم کسی تو رو ناراحتت کنه، هیچ کس. هرچی زودتر باید بفهمیم کیه و به خانوادش خبر بدیم. دخترم نترس، الان کاملا تو امنیتی، فقط معاینه میکنم ببینم جای ضرب و شرم هست یا نه. متخصص زنان کجاست؟ داره میاد. آروم باش، آروم باش، آفرین آفرین، آروم باش. نامزد داره خواهرم، نامزد قرار بود ازدواج کنه، لباس عروسی بپوشه،
کی این کارو باعث کرده فاطمه؟ کی این کارو باعث کرده خواهر؟ نامزد داره، قرار بود ازدواج کنه، لباس عروسی بپوشه. آروم باشین لطفاً، صداتونو میشنوه. برادر من نگران نباش، پلیسا دنبالشن، هر کی که هست پیداش میکنن و مجازاتش میکنن، بهت قول میدم. یا اینکه مجازاتشون میکنن. چی داری میگین؟ بعد اینکه گزارشات نهایی اومد قطعی میشه. اگه میتونست حرف بزنه خودشم میگفت، ولی تو این شرایط باید یکم صبر کنیم، چون آرام بخشای قوی بهش دادیم. ای وای ای وای ای وای ای وای، چه برای سرمون اومد. خیلی بده مقدس، خیلی خیلی بده، خیلی. وای خدا، اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. معلوم بود آخرش اینطوری میشه. کارتو کردی فاطمه گل، کارتو با ما کردی دخترم. فاطمه گل، عزیزم، گفته بودم این دختر آخرش یه بلایی سرمون میاره، مگه نه؟ گفته بودم یا نگفته بودم؟ بیا آخرش هم این شد. واسه کیا اشمه میومدی که این بلا سرت اومد؟ ها بگو ببینم، چرا حرف نمیزنی؟ کیو داری پنهون میکنی ها؟ دختر تو شوکه، مگه نشنیدی دکتر چی گفت؟ خودشم میدونه گناهشو. ببین چجوری داره گریه میکنه، میبینی؟ آره اینطوری میکنن با آدم، این کارو میکنن میندازنش کنار. حالا چی میخوای به مصطفی بگی دختر؟ چجوری میخوای تو صورتش نگاه کنی؟ مصطفی، اولین بار کی به ازدواج با من فکر کردی؟ نمیدونم. میدونی بگو دیگه. یادت موهاتو بافته بودی و از جلوی خونه ما داشتی میرفتی مدرسه؟ نخند، همون روز با خودم گفتم این دختره وقتی بزرگ شه مال منه. چیه مگه غیر از اینه؟ نکن قایق چپ میشه ها. چیه ترسیدی؟ از چی بترسم؟ نکنم. بیا اینجا، بیا اینجا، من که آخرش میگیرمه. نمیتونی. نگاه کن صورتشو بابا، این از وضعیتش راضیه. چجوری میخوایم تو صورت همه نگاه کنیم؟ کسی در خونمون هم نمیزنه، لبنیاتیمون هم کسی نمیاد، به خاطرش گشنه میمونه، می هنوز داره میخنده. رحمی چی میخوایم بخوریم ها؟ به خاطر غلطایی که این دختر کرده بدبخت شد. خودت بیا، این چه طرز حرف زدنه؟ گریه کن، گریه کن. آره گریه کن فاطمه گل دروغگو، آبرومونو بردی، لعنت به تو. ببر صدا تو. ولی من بهش گفتم، گفتم اینقدر تو کوچه ها بال پایین نکن، اینور اونور تو باز نکن، آخر یه بلایی سرت میاد. من میخوام بدونم صبح علتونو با عجله بودو بودو کجا رفتی آخه؟ ببین از اینجا میندازمت بیرون، بهت گفتم به بفصدتو. دیگه مصطفی تو رو نمیگیره، دیگه موندی رو دستمون. برو بیرون از اینجا. به تو چه آخه؟ به کار خودت برس، هی ور میکنی بالا سرم. مریم خانم، برای بررسی محل جرم باید با ما بیاین. الان میام عزیزم، پیداشون میکنیم، اصلا نگران نباش. باشه من زود میام. منو نگاه کن زانیکه، دستتو بذار رو وجدانت، این دختر بیچاره رو تو این شرایط اذیتش نکن. یکم سریعتر لطفا. اومدم. یالا بگو دیگه کار کی بوده؟ بیشتر از این درد سر نشه واسه مردم. خانم منم میام. چی بگم به مصطفی؟ فاطمه گلم، پونچه گلم.